دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه خیلی خوش اومدیم به قسمت سوم از آموزش دفاع سیسیلی شاخه دراگون تو ویدوهای قبلی دیدیم که تو این وضعیت سفید حرکت فیل ایسر رو انجام میده بعدش هم افسه میکنه و در ادامه هم قلعه بزرگ میره که بهش حمله یوگسلاو میگن و تا جایی که میتونه سیاه رو به چالش بکشه که دیدیم سیاه هم میتونه بازی متقابل خیلی خوبی داشته باشه و شانس‌های خیلی خوبی مقابل سفید داشته باشه. تو ویدوی امروز میخوایم سیستم کلاسیک و مدل کلاسیک رو برای سفید بررسی کنیم که سفید تو این وضعیت حرکت فیل ای دو رو انجام میده و میخواد خیلی سریع قله کوچیک بره با اینکه این شاخه سیاه رو کمتر به چالش میکشه ولی بازم شاخه پرطرفداری و خیلی از بازیکنان سفید هم ممکنه این شاخه رو انتخاب کنن ما اینجا فیل جی هفت میکنیم بعد از قلعه کوچیک قلعه کوچیک اینجا سفید دو تا انتخابه، مختلف و پرطرفدار داره و اونم حرکات گسترشی با این فیلشن حرکت فیل ایس پرطرفدار ترین حرکت تو این وضعیت و حرکت فیل جی 5 که هر دوتا رو بررسی میکنیم اول بیاین این حرکت فیل ایس رو بررسی کنیم این آرایشی که از سمت مهرای سفید میبینیم یا رایش پرطرفدار و دلیلش هم اینه که سفید میتونه مقابل خیلی از شاخهای سیسیلی به غیر از دراگون شاخهای دیگه هم سفید دقیقا همین مدلی بازی کنه تقریبا میتونه چشماشو ببنده و رو به این شکل قرار بده و قلعه کوچیک بره خب درسته که سیاه خیلی به چالش کشیده نمیشه و بازی راحتی میتونه داشته باشه در ادامه ولی بازم این انتخاب برای سفید انتخاب مطمئن و محکمیه و همچنان برتری جزئیش رو میتونه حفظ کنه برای همینه که این شاخه هم نسبتا پرطرف و ممکنه این شاخه رو مقابل خودتون ببینید تو بازی ها. خب ما الان میخوایم شاخه فیل ایسه رو اول بررسی کنیم اینجا ما میخوایم چیکار کنیم میخوایم اسبمون خونه سی قرار بدیم که خیلی طبیعیه بعدش میخوایم فیلمونو گسترش بدیم خونه ایشیش معمولا قرارش میدیم و بعدم میتونیم رخمون رو داخل ستون نیمه باز قرار بدیم که ستون خیلی مهم برای قرار دادن رخمونه رخ 38 بازی میکنیم و در ادامه میتونیم طرح جالب اسب آ پنج رو بازی کنیم تا بتونیم یکی از مهرامون رو یعنی اسبمون یا فیلمون رو خونه سی چار قرار بدیم که نگران نباشین تو ادامه یکی یکی بررسی میکنیم اولین حرکتی که اینجا انجام میدیم خیلی طبیعی حرکت اسب C6 اسب خودمون رو گسترش میدیم حالا اینجا سفید یک انتخاب داره که میتونیم با هم بررسیش کنیم ولی یکم ریسکه اونم حرکت F4 که میگم چرا ریسکیه ولی اول بگم چرا سفید اصلا میخواد حرکت F4 رو انجام بده سفید میخواد حرکاتی مثل E5 یا F5 رو در ادامه انجام بده برای همین این دو پیادهش تو خونه‌های E4 و F4 خونه‌های خوبیان و احتمال این وجود داره که در ادامه یکی از این روندنهای پیاده رو انجام بده همچنین میتونه فیلش خونه F3 بذاره بدون اینکه جلوی پیاده Fش رو بگیره اول F4 کرده بعدا میتونه حرکت فیل F3 رو هم انجام بده ولی اینجا کمی ریسکیه اونم به خاطر حرکت وزیر B6 که احتمالا سفید یه پیاده از دست میده و اونم پیاده B2 و تو همین وضعیت هم فشار نسبتا زیادی روی اسب خونه D4ه هم با اسب داریم حمله میکنیم هم با وزیر داریم حمله میکنیم و این فیل خونه جیف رو هم فراموش نکنیم که اگه اسب F6 رو بلند کنیم این فیل میتونه به اسب خونه دیچار 4 حمله کنه و حرکتی مثل اسب F5 مگه اگه به ذهنتون رسیده حرکت خیلی خوبی نیست با این کار سفید داره حمله برخواست انجام میده و همزمان از فیل خودش هم دفاع میکنه ولی اینجا سیاه بعد از حرکت وزیر بی وضعیت خیلی خوبی داره هم اسب زیر ضربه هم اون یکی اسب زیر ضربه و اگه سفید بخواد فیل خونه جی هفتو بزنه بعد از حرکت وزیر سیسه دوباره هم فیل زیر ضربه و هم اسب زیر ضربه و سفید اینجا بازنده است بعد از حرکت مثلا فیل دی 2 سیام میتونه خیلی راحت کیش بده و بعدم اسبو بزنه و یه سوار چلوه این شاخه اصلا اجباری نبود و سفید نیاز نیست که سوار عقب بیفته ولی خب یکم ریسکیه فشار روی اسب خونه دیچاره و احتمالا سفید یه پیاده از دست میده برای همین معمولا میبینیم که سفید عجله برای انجام حرکت F4 نداره چون F4 متعلق به سفیده هر موقع بخواد انجامش میده و ما واقعا راهی هم نداریم که از حرکت F4 جلوگیری کنیم برای همین حرکت پرطرفدارتر برای سفید اینجا حرکت از B است اسب و میذاره خونه B3 حالا دیگه خونه B6 داره کنترل میشه و میخواد حرکت F4 رو انجام بده خب ما گفتیم میخوایم اینجا چیکار کنیم میخوایم فیلمون رو بذاریم خونه ای 6 روخ رو بذاریم خونه سی 8 و حرکت اسب آ 5 ایده جالبیه که یا اسب رو بذاریم خونه سی 4 و یا فیلمون رو بذاریم خونه سی 4 تو این وضعیت سفید میتونه حرکت F4 رو انجام بده ما رخ C8 بازی میکنیم خیلی طبیعی روخمون رو داخل خونه C8 قرار میدیم یه حرکت پیشگیرانه که سفید میتونه انجام بده و حرکت خیلی خوبی هم هست حرکت شاید شکه چون سفید پیاده افش رو رونده حالا این قطر خیلی ضعیف شده و حرکت خیلی خوبی اگه شاید چک رو انجام بده اگه شاید چک بازی بشه ما میتونیم از با پنج بازی کنیم و تو حرکت بعدی هم یکی از مهرامون رو میذاریم خونه سی چار. اگه سفید اسبمون رو بزنه وزیر پس میگیریم و وزیرمون هم فعال میشه اگرم به جای حرکت شاعدچک حرکت مثلا F5 بازی شد اینجا یه نکته رو میتونم بهتون بگم خب اینجا طبیعتا حرکت فیلد سی4 رو نداریم اگه میتونستیم انجام میدادیم ولی اینجا خب خونه سی4 هنوز کنترل شده نیست و سفید میتونه فیل ما رو بزنه اینجا میتونیم حرکت فیل دی7 رو انجام بدیم که تنها حرکت هم هست تنها حرکت خوبه و بعد از اون میبینیم که خونه ای5 حالا ضعیف شده هر موقع سفید پیادهش رو برونه پیاده افش رو برونه خونه ای5 ضعیف میشه که حالا میتونیم حرکت از ای5 رو انجام بدیم و پایگاه مناسبی برای اسف میشه و دیدیم که اگرم حرکت شاه اچ رو انجام بده تو این وضعیت میریم سراغ طرح از آ5 که میتونه طرح مهم و خوبی برای سیاه باشه حالا دوباره برگردیم به وضعیتی که سفید حرکت فیل ای رو انجام داد اگه سفید حرکت فیل g 5 رو انجام بده چی یه شاخه دیگه است تقریبا شبیه و این نکته رو هم بگم که این سیستم برای سفید سیستمیه که حرکتی که انجام میدیم خیلی مرگ و زندگی نیستن یعنی حرکت اونقدر بدی وجود نداره و تو هر وضعیت حرکات خوب مختلفی وجود دارن و مثل حمله یوگسلاو نیست که اگه سفید یا سیاه اشتباهی رو انجام بدن ممکنه براشون خیلی سخت تمام بشه این شاخه اینطوری نیست بازی ها آرامترن و اونقدر اشتباهات خیلی خیلی بدی تو اینجور وضعیت ها وجود نداره برای همینه که هر دو سم کمتر به چالش کشیده میشن و بازی های ساده تر و آرام تری رو در پیش دارن. حالا بریم سراغ این حرکت فیل جی پنج سفید. اول این رو بگم که این احتمال وجود داره که سفید بخواد اسب خونه F6 رو بزنه با طرح اسب دی پنج. مثلا بعد از حرکت وزش سی هفت که حرکتی نیست که قرار انجامش بدیم طبیعتا سفید اینجا میتونه اسب خونه افشیش رو بزنه و بعدم حرکت از دی 5 رو انجام بده که وزیر و فیل چنگال میشن و اگه سفید بتونه فیل خونه F6 رو بزنه مجبور میشیم با پیاده پس بگیریم و ساختار پیاده ایمون خیلی بد میشه و وضع سفید خیلی خیلی خوب میشه پس باید مراقب این ایده سفید باشیم که یه دفعه ممکنه اسب خونه F6 رو بزنه با طرح اسب D5 مخصوصا موقعی که وزیرمون خونه بیشیش یا سی هفت باشه که در اون صورت وزیر و فیل چنگال میشن و ساختار پیاده ایمون خیلی داغون میشه بعد از حرکت فیل جی پنج سفید ما دوباره حرکت قلعه کوچیک رو انجام میدیم بدون شک بهترین حرکت سفید هم قلعه کوچیک انجام میده و اسب خودمون رو خونه سی شیش میذاریم اینجا سفید حرکت از بی سر رو انجام میده چون میخواد از تعویضا اجتناب کنه و مهرا رو تو بازی نگه داره و دقتم کنین که فشار نسبتا زیادی روی اسب خونه دی چهاره برای همین سفید احتمالش خیلی زیاده و بهترین حرکت و پرطرفدارترین حرکت هم تو این وضعیته که حرکت از بی سر رو انجام بده ما اینجا دوباره فیل ایشیش بازی میکنیم و بعد از حرکت شاه اچ هم حرکت خوبیه و پیشگیران است بعدی سفید F4 میکنه هیچ عجله برای حرکت F4 نداره ولی بیایم بدون شاید چک بررسی کنیم که بهتون نشون بدم شاید یه سری تاکتیکا تو وضعیت برای سیاه به وجود بیاد که آماده باشیم سفید حرکت F4 رو انجام میده و ما میتونیم دوباره شبیه مدل قبلی هم بازی کنیم ولی میخوام یه مدل جدید رو هم بهتون نشون بدم که ایده خیلی خوبی برای سیاه حرکت A5 تو شاخه فیل g 5 این ایده ای آ 5 رو هم یادتون باشه میخوایم حرکت آچار رو انجام بدیم حتی آسه کنیم که ساختار پیاده سفید خیلی مشکل بهش وارد میشه و اینجا سفید احتمالش خیلی زیاده که آچار کنه و پیاده ما رو متوقف کنه و حالا چی به دست آوردیم؟ خونه بی چهار رو برای اسب سیاهمون به دست آوردیم. حرکت بعدی هم داریم رخصی هش بازی میکنیم. حالا تاکتیکه رو بهتون نشون بدم. تو همین وضعیت سیاهی تهدید داره در واقع تاکتیک وجود داره اگه سفید حرکت وزیر دیدو رو انجام بده که یعنی اصلا متوجه تاکتیک نشده پیشنهاد میکنم به عنوان اینکه تمرین تاکتیکی هم تو شاخهای سیلی بشه ویدیوتون رو استوب کنیم و سعی کنید تاکتیکی که تو این وضعیت برای سیاه وجود داره رو پیدا کنید خب من یه چند ثانیه هم وقت میدم که دوستانی که میخوان ویدیو رو استوب کنن استوب بکنن و الان میخوام برم که تاکتیک رو بهتون نشون بدم تو این وضعیت سیاه تاکتیک اسب در سی دو رو داره که سیاه کاملا مشخصه که پیاده جلو میفته رخ سیر ضربه و بعد از حرکت وزیر سی دو سیاه حرکت وزیر بیشی رو داره به شاه حریف کش میده و اسب خونه بیسر رو هم هم با وزیر و هم با فیل زیر ضرب قرار میده و تو حرکت بعدی هم سیاه میتونه اسب خونه بی سر رو بزنه سوارش رو پس بگیره با یه پیاده بیشتر. برای همینه که سفید معمولا این حرکت شاید چک رو انجام میده که اینجور کیش ها رو نخوره همون اول احتمالش خیلی زیاد بازی کنه خیلی خوب شاید چک بازی کنه اینجا هم به جای حرکت وزیر دیدو میشد شاید چک بازی کرد که سیام رخصی 8 بازی میکنه و سعی میکنه به جناح وزیر سفید فشار وارد کنه پس اینم شاخه فیل جی 5 رو هم با هم دیدیم حالا میخوایم بریم یه بازی رو با هم دیگه بررسی کنیم که سفید سیستم کلاسیک و آرایش مهرا رو در حالت کلاسیک مقابل سیسیلی دراگون ما بازی کرده جالبه که بدونید این بازی که میخوایم بررسی کنیم حرکات اولیش کاملا متفاوت با حرکاتی هم که ما یاد گرفتیم ولی وضعیتی میرسیم تو این بازی که دقیقا از وضعیتایی که تو دقایق پیش با هم دیگه دیدیم و جالبه که بدونید ممکنه حرکات متفاوت هم باشن ولی ما اگه خودمون بخوایم بازی کنیم همون دراگون اصلی رو بازی میکنیم اینجا سفید دراگون شتابان رو انتخاب کرده و تو این وضعیت اسب سی شیش بازی کرده و اینجا فیل جی 6 بازی کرده میخواد فیل خونه جی 7 قرار بده دیدین که ما اسب اف 6 میکردیم دی 6 میکردیم بعدن جی 6 بازی میکردیم که اون دراگون اصلیه ولی این دراگون شتابانه که خیلی از موقع به دراگون اصلی تبدیل میشه ولی ممکن هم هست که تبدیل نشه و شاخهای مخصوص خودش رو هم داره سفید تو این وضعیت حرکت فیل ای 2 رو انجام داده بعد از فیل جی 7 اسب بی 3 اسب اف 6 سی 3 دیشش بازی شده و بعد از قلع کوچی قلعه کوچیک سفید حرکت شاید شک رو انجام داده و این همون وضعیتیه که ما تازه داشتیم بررسی میکردیم که سفید فیل ایسه بازی کرد باز هم سفید داره سعی می میکنه حرکت رو جابجا جا کنه شاید ای شک اینجا بازی کرده فیل 6 بازی شده F4 بعد از حرکت رخ C8 فیل ایسه بازی شده این همون شاخه فیل ای است که بعدم F4 بازی کرده حتی شاید چکش رو هم انجام داده و کاملا ترتیب حرکات رو جابجا کرده حالا یه ایده خیلی خوب و مهم برای سیاه چی بود دقیقا حرکت اسب 5 تو این وضعیت اگه اسبمون رو بزنه با وزیر پس میگیریم وزیرمون فعال میشه و تو حرکت بعدی هم یا اسب یا فیلمون رو میتونیم خونه C4 قرار بدیم تو این وضعیت سفید حرکت F5 رو انجام داده و طبیعتا سیاه هم اینجا از بین اینکه اسب رو خونه ای 4 قرار بده یا فیل رو خونه ای 4 قرار بده حرکت فیل سی 4 رو بازی کرده که حرکت بهترین حرکت هم است ولی حرکت از ای 4 هم وجود داشت چون داریم به فیل خونه ای 3 حمله میکنیم و اگه سفید بخواد فیل رو بزنه ما فیل رو خونه ای 3 رو میزنیم برای سیاه حرکت بهتر رو انتخاب کرده و فیل سی 4 کرده حالا اگه سفید بخواد فیل خونه ای 34 رو بزنه بعد از حرکت اسب در سی 4 فیل خونه ای زیر ضربه پیاده خونه بی دو زیر ضربه و شاید این چیزی نباشه که سفید بخواد یا باید مثلا فیل سی اک بازی کنه یا وزیر سی اک بازی کنه که وزیر سی اک هم فکر کنم مشکل داره ولی فیل سی اک شاید مجبور بازی کنم که حرکتی نیست که سفید دوست داشته باشه انجام بده برای همین سفید تو این وضعیت فیل دیسه بازی کرده فیلش خونه دیسه قرار داده حالا اگه سیا فیل رو بزنه میخواد با پیاده پس بگیره و دیگه این خونه سی چهار رو به اسب سیاه نده و سیاه هم تو این وضعیت فیل رو نزده حرکت آشیش رو انجام داده میخواد بی پنج بازی کنه بعد از حرکت وزیر یک شاید سفید میخواد وزیر چار بازی کنه و یه جورایی تو جناه شاه به ما حمله کنه ولی سیاه اینجا خیلی قوی بازی کرده و وضعیت رو کاملا مشخص کرده فیل در دیسه بعد از سی در دیسه اسب خونه بیسه رو هم زده ساختار پیاده سفید رو خراب کرده و تو این وضعیت حرکت دی 5 رو بازی کرده به مرکز سفید حمله میکنه و سفید هم اینجا حرکت فیل جی 5 رو بازی کرده که حرکت خوبیه اگه میخواد سفید پیاده رو برونه اگه بخواد بزنه که ساختار پیاده سفید واقعا داغون میشه اگه میخواستم پیاده رو برونه سیاه حرکت خوب دی 4 رو داشت که اسب و فیل چنگال میشن اگه اسب رو بزنه با فیل پس میگیریم و همچنان چنگال حفظ شده و مثلا بخوایم یه شاخه رو هم احتمالی بریم حرکت اسب ای 4 سیاه میتونه فیلو بزنه و این وضعیت هم به نفع سیاهه بخاطر خاطر اینکه هم مهرای نسبتا فعال تری داره و هم پیادای سفید همچنان خیلی خیلی بدن و اینجا سیاه میتونه واقعا تلاش کنه برای برد حالا برگردیم به این وضعیت پس دی 5 حرکت خیلی خوبی بوده و بعد از ای 5 سیاه میتونه یه دونه دیگه هم رو برونه و سوارای سفید رو چنگال کنه سفید تو این وضعیت فیل g 5 بازی کرده سیاه هم پیاده خودش رو به خونه دی 4 رونده سفید اسب خونه F6 رو زده و اینجا سیاه فیل رو نزده به خاطر اینکه اگه فیل رو بزنه سفید حرکت اسب d 5 رو میتونه انجام بده حالا یه خونه خیلی قشنگ برای اسبش خونه دی 5 به وجود اومده برای همین سیاه به جای اینکه فیل رو بزنه خیلی راحت اسب خونه C3 رو زده و بعد از اینکه سفید فیل خونه G7 رو زده سفید پیاده خونه سی سر رو زده و بعد از حرکت وزیر دیسه سیاه کمی بهتره به خاطر اینکه مهرای فعالتری داره و همچین فشار خیلی زیادی هم روی پیادای سفیده برای همین سیاه تو این وضعیت وضعیت بهتری داره حرکت رخ خفصه بازی شده وزیر سی دو و تو حرکت بعدی هم میبینیم که سیاه پیادش رو جلو میافته وزیر چهار بازی شده و سیاه هم رخ خونه با رخ پیاده خونه سی سر رو زده رخ F2 و بعد سرکت وزیر در B3 وزیر در E7 سفید یه پیاده عقبه ولی همچنان بازی به پایان نرسیده چون سفید هم بازی خوبی میتونه داشته باشه تو حرکت بعدی داره F6 بازی میکنه ولی از اینجا بعد سیاه تکنیک خیلی خوبی رو نشون میده و در نهایت هم تونسته سفید رو شکست بده وزیر B6 F6 کیش شاه G8 رخ D2 بازی شده و سیاه حرکت خوب رخ سیشیش رو بازی کرده دقت کنین که با اینکه سیاه یه پیاده جلوه و دو پیاده رونده هم داره که جلوشون هیچی نیست و این دو پیاده هم متصل به همان که یه برتری بزرگ محسوب میشه ولی تا آخرین لحظه باید سیاه دقیق بازی کنه و مراقب باشه مثلا اینجا اگه سیاه حرکت رخ 37 رو انجام بده بعد از حرکت وزیر در فشت بازی تمامه سیاه مجبور وزیر رو بزنه و بعد از حرکت رخی 8 سیاه مات میشه برای همینه که میگم همیشه باید مراقب باشین حتی تو وضعیت هایی که برتری داریم باید مراقب باشیم سیاه تو این وضعیت حرکت رخ 6شیش رو انجام داده که حرکت خوبیه حالا میخواد حرکت رخ 8شیش رو انجام بده به وزیر حمله میکنه به پیاده حمله میکنه و همچنین تو این وضعیت پیاده F6 هم زیر ضربه مثلا اگه E5 بازی که از پیاده F6 باشه دیگه رخ E6 بازی میشه سفید اینجا اومده رخ دی 7 بازی کرده تا این یکی پیاده رو زیر ضرب قرار بده سیاه پیاده F6 رو زده سفید پیاده B7 رو زده بعد از حرکت وزیر D4 روخ خونه A1 زیر ضرب بود برای همین سفید روخش رو برم گردن خونه B1 حرکت روخ D8 بازی شده A3 روخ E6 و بعد از چند حرکت که سیاه وضعیت خودش رو مستحکم میکنه این وضعیت رو هم سیاه با همچنان برتری خودش رو داره سیاه تکنیک خیلی خوبی از خودش نشون میده و سفید اینجا داره سعی میکنه بازی متقابل درست کنه حرکت رخصیهش که وزیر ما رو آچمز میکنه ولی همچنان سیاه خیلی عالی بازی میکنه و تو این وضعیت هم سفید از بازی انصراف میده و تسلیم میشه تهدیدات خیلی خیلی زیادن و سیاه دو پیاده جلوه و تهدیدات مات وجود دارن و شاه سفید ضعیفتر از شاه سیاه البته بازی بازم چند حرکت دیگه ادامه پیدا کرده که خیلی اهمیتی برای ما نداره و سیاه سعی کرده که مقاومت کنه ولی این وضعیت برای سیاه کاملا برند است امیدوارم که این قسمت از آموزش هم براتون مفید بوده باشه اگه حس میکنید اینطور بوده لطفا ویدیو رو لایک کنید تا یوتیوب این ویدیو رو به بقیه هم پیشنهاد بده و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین و به شطرنج علاقه حتما این کار رو هم انجام بدین خیلی خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودین